بنابر اعلام وزیر سابق آموزش و پرورش ایران، طبق سرشماری اعلام شده در سال 1395 از سوی مرکز آمار ایران و بر اساس خود اظهاری افراد، تعداد 8,795,000 بیسواد مطلق در ایران وجود دارد. اعلام این آمار از سوی وزیر سابق آموزش و پرورش در حالی صورت می‌گیرد که چندی پیش رسانه‌های ایران از انحلال نهضت سواد آموزی سخن گفته بودند. اگرچه آمار بیسوادان مطلق در ایران به گفته وزیر سابق آموزش و پرورش حدود 9 میلیون نفر است، اما به گفته کارشناسان آموزشی و فعالان صنفی حوزه آموزش، این تعداد همه واقعیت نیست. یعنی حدود 20 میلیون نفر هم قبل از اتمام دوره آموزشی 12 ساله به دلایل مختلف مدرسه را ترک و جزء نیروهای کم سواد محسوب می شوند. گفتنیست که اواخر سال گذشته شاپور محمدزاده، معاون سابق وزیر آموزش و پرورش ایران، به خبرگزاری تسنیم گفت که 17 تا 18 میلیون کم سواد در کشور داریم. کارشناسان حوزه فرهنگی هم معتقدند که در بعد فرهنگی و اجتماعی این رقم به این معناست که ما افرادی را داریم و خواهیم داشت که نمیتوانند به طور مؤثر و پویا در زندگی اجتماعی و فرهنگی جامعه نقش آفرینی مطلوب و حضور مؤثر داشته باشند. امید فراغت، روزنامه نگار از تهران، با ما همراه هستند. آقای فراغت، سلام، وقت شما بخیر. درود و ادب و احترام خدمت عزیزان تلویزیون امام حسین. پیشاپیش اربعین حسینی رو به همه شیعیان ایران و جهان تسلیت عرض میکنم و یک فرموده ای رو از امام حسین بیان میکنم که اگر دین ندارید حداقل آزادگی داشته باشید. این آزادگی باعث میشه که تمام نقص و کاستی ها در همه جای دنیا برطرف بشه. آماده پاسخگویی به سوالاتتون هست. بزرگوارید. آقای فراغت، نهضت سواد آموزی برای مبارزه با بیسوادی تأسیس و چندی پیش با اعلام ریشه‌کنی آن منحل شد. حالا دلیل این آمار بالای بیسوادی در ایران چیه؟ بفرمایید. نهضت سواد آموزی سال 7 دی 1355 توسط بنیانگذار جمهوری اسلامی تأسیس شد به منظور آموزش خواندن و نوشتن به بزرگسالان و نیز کودکانی که به مدرسه دسترسی ندارند، یعنی مناطق محروم. پس این آمار نشون میده که مناطق محروم و کم برخوردار حاشیه شهرها هنوز هم وجود داره و متاسفانه این آمار گواه این هست که سیاست ورزی ها هنوز نتونسته کامل متناسب با جامعه امروز ایران بشه. جالبه که خبرگزاری تسنیم سال 1401 که صحبت از انحلال از طرف کمیسیون تلفیق برنامه هفتم انحلال نهضت سواد آموزی رو زدن و اون رو به معاونت آموزش ابتدایی دادن، 1,700,000 بیسواد مطلق رو در سال 1401 آمارش دادن بیرون و این خیلی جالبه. با وجود انحلال هنوز 1,000,000 و به قول خودشون 700,000 در سال 1401 بیسواد مطلق در مملکت وجود داره. آمار بالاش به دلیل همون مناطق محرومیه که الان هست. سیستان و بلوچستان رو داریم میبینیم، حاشیه شهرها، تمام کشور روستاها مناطق محروم وجود داره و دسترسی ها پایینه به علم آموزی. در سال 55 آمار بیسوادی در ایران 14,200,000 نفر بوده. آمار 9 میلیون در سال 1395 حکایت از چه چیزی داره؟ حالا سال 1355 رو نمیشه با 1395 مقایسه کرد. سال 1355 33,000,000 خورده جمعیت ایران بود. سال 1395 79,000,000. در سال 1355 امکانات و فناوری و تکنولوژی مثل 1395 نبود. یه بخشش قابل توجیه این بیسوادی، اما در دنیایی که فناوری و تکنولوژی تمام دنیا رو تکون داده، این آمار خیلی فکر میکنم زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران نیست و باید تدبیری بیاندیشن و حس خوبی رو به آدم نمیده. برام هم عجیبه تو این شرایط وزیر آموزش پرورش چنین مصاحبه‌ای رو انجام داده و از این آماری که با وجود انحلال نهضت
سازمان نهاد سواد آموزی گفته وجود داره و بدون تعارف دارم میگم 1355 یک موقعیتی بود و اینها قابل توجیهه، در صورتی که اصل سواد آموزی که از 1315 زمان رضاخان شروع شده بود سواد آموزی در ایران و 1395 فکر میکنم قابل توجیه نباشه با این فناوری و تکنولوژی. وضعیت نظام آموزشی در ایران را با وجود 20 میلیون نفر کم سواد در کنار 9 میلیون بی سواد چگونه ارزیابی میکنید؟ این خیلی بده جناب آقای مجری محترم. ما از بچگی به ما میاموختن، از کلاس اول دوم ابتدایی که شروع میکردیم تحصیل به ما گفتن علم بهتر یا ثروت. آرام آرام به قول گفتن اون قداست و موقعیت علم رو نزد عوام جامعه از دست دادن و پاسخ اکثریت هم با وجود اینکه توی دوران ابتدایی میگفتیم علم اما ثروت برای هممون به قول گفتنی دلنشین بود و این مسیر رو مسیر اشتباهی قرار داد. وقتی که دانش آموزان معلمانشون رو میبینن که گرفتاری های اقتصادی و معیشتی دارن، خب براشون سوال تر میشه که با وجودی که این معلم ها همه آدم هایی که در هر موقعیتی هستن از زیر دست معلم ها رد شدن اما توان یه زندگی معقول و معمول رو ندارن، خب این خود به خود آسیب زاست و همون سوالی که علم بهتر یا ثروت، همه ناخودآگاه ثروت رو در اولویت قرار میدن. کلا سیستم نظام آموزشی ما حفظ کردنی بوده، کاربردی نبوده و الان این مشکلاتی رو که داریم، یکیش سرانه پایین مطالعه هست در کشور. خب اینم حکایت از این داره که نظام آموزشی ما اگر قوی و غنی بود قاعدتا سرانه مطالعه باید بالا می بود. و من کوتاه پاسخ میدم به خاطر اینکه مشخصه از هر من الشمس امیدوارم که شرایطی به وجود بیاد که مخصوصا کشورهای مسلمان و شیعه اهل مطالعه باشن و با اندیشه و تفکرشون نسبت به هر چیزی بپردازن و این مهمه. متاسفانه این آمار پایین مطالعه و عدم تناسب نظام آموزشی ما که باعث شده اکثر بچه ها از مدرسه گریزونن، وقتی یه تعطیلی میشه خوشحال میشن، این خود گواه بسیاری از ناهمترازی هاست. سپاسگزارم از شما. امید فراغت روزنامه‌نگار از تهران با ما همراه بودند.